من میخوام بگم فقط 20% این تعدادی که به هر حال در این حادثه غمبار واقعا که ما یک نفر هم فوت کنه برای ما ملت عزیز ایرانه، بیش از 40 تا 45 نفر چند فقط به مسابقه شهید منظور شدن، یعنی این اصلا بیگناه رفته بودن تو خیابون. اولین اشاره یک مقام ارشد دولت ایران به تعداد کشته‌های اعتراضات آبان سال گذشته. وزیر کشور ایران تلویحاً گفته که بیش از 200 نفر در آن روزها کشته شدند. از مهمانان برنامه امشب میپرسیم این رقم چقدر با برآوردهای میدانی مطابقت دارد و چرا اینقدر طول کشید تا حتی همین عدد اعلام شود. در ادامه این برنامه 60 دقیقه. ادامه ناآرامی در آمریکا با وجود مقررات منع رفت آمد در چند شهر، صدها نفر بازداشت شدند، ده ها پلیس مجروح. خشونت پلیس آمریکا در برخورد با معترضان، مرز اعمال قانون و سرکوب کجاست؟ دوست دارم آره خوبم، منم داغ میشم لمس کنی لالو گوشم، دوست دارم هر جو شد آواز بخونم و کسی نگه نرو دیگه راه خونه رو. و موزیک ویدیوی فتوا، روایت محرومیت زنان ایران از آوازخوانی. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. بعد از حوادث آبان ماه پارسال در ایران موجی از اعتراض‌های سراسری به خون کشیده شد، یک سوال اساسی از حکومت و نهادهای رسمی بی جواب ماند. چند نفر به دست نیروهای امنیتی در آن روزها و شبهای پر التهاب کشته شدند؟ حالا بعد از 6 ماه و نیم سوال‌های مکرر در افکار عمومی و پیگیری رسانه‌ها، یک مقام دولتی در ایران از شمار کشته‌ها گفته، البته ناروشن و غیر مستقیم. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور تلویحاً میگوید در آن اعتراض‌ها بین 200 تا 225 نفر کشته شدند، 80% آنها به دست نیروهای امنیتی. نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ها از رقم‌های بین 300 تا 1500 کشته سخن گفتند، ولی حکومت تا حالا از اعلام رقم دقیق خودداری کرده. این رقم چقدر با آنچه مشاهدات میدانی منتشر شده مطابقت دارد؟ همین تعداد هم آیا از بار مسئولیت خون‌های ریخته شده بر شانه‌های حکومت کم می‌کند؟ گزارشی داریم در این باره از کاوه مشکات، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم. شلیک گلوله، صدایی که آبان ماه سال گذشته در شهرهای مختلف شنیده شد. اعتراض‌هایی که بیش از 6 ماه پیش در پی افزایش شدید قیمت بنزین در شهرهای مختلف شروع و به سرعت سرکوب شد. شیراز شلیک نیروی انتظامی به مردم. حکومت هنوز آمار دقیقی از کشته‌های وقایع آبان ارائه نکرده. مردم با تیر زدن. اما حالا برای اولین بار وزیر کشور ایران تلویحاً گفته که بیش از 200 نفر کشته شدند، حدود 80% آنها توسط ماموران امنیتی. من میخوام بگم فقط 20% این تعدادی که به هر حال در این حادثه غمبار واقعا که ما یک نفر هم فوت کنه برای ما ملت عزیز ایرانه، بیش از 40 تا 45 نفر چند فقط به مسابقه شهید منظور شدن، یعنی این اصلا بیگناه رفته بودن تو خیابون و با سلاحایی و با به اصطلاح روشای کشته شدن که اصلا اون سلاح‌ها را نه نیروی انتظامی ما نه بقیه دستگاه امنیتی ثابت شد. بله بله، نه همه پزشک قانونی به اصطلاح چیز کرده معاینه کرد، علت معطلی ما هم همین بود. پیشتر سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده بود دست کم 304 نفر در این اعتراض‌ها کشته شدند. خبرگزاری رویترز هم به نقل از 3 مقام وزارت کشور ایران تعداد کشته‌ها را 1500 نفر ذکر کرده و گفته بود در میان آنها عده‌ای از ماموران امنیتی و پلیس هم بودند. به گفته سازمان‌های مدافع حقوق بشر، نیروهای امنیتی بدون اینکه خطری متوجه آنها باشد به معترضان شلیک کردند. وقتی به یک پادگان حمله می‌کنند، به یک پاسگاه حمله می‌کنند، به یک مقر حیاتی حمله می‌کنند، وقتی به یک جایی حمله می‌کنند که یا مسلحانه سنگربندی می‌کنند و حمله می‌کنند، خب اینجا اتفاق می‌افته. حسن روحانی اواخر بهمن ماه پارسال گفته بود سازمان پزشکی قانونی که زیر نظر قوه قضایی است میتواند آمار کشته شدگان را اعلام کند. اینکه چند نفر کشته شدند، این آمار در اختیار پزشکی قانونی کشوره
و اگر برای پزشکی قانونی همه ابعاد روشنی که قاعدتاً در این مدت باید روشن باشه، اونا میتونن اعلام بکنن این مسئله رو و مشکلی نیست. ولی آمار واقعی اونچه تا کنون ما اطلاع داریم و به ما اعلام شده با آماری که در رسانه ها اعلام میشه خیلی خیلی فاصله زیادی داره. اما قوه قضاییه هم در پاسخ توپ را به زمین شورای امنیت کشور انداخت و در نهایت باز هم اعلام دقیق تعداد کشته شدگان مشمول مرور زمان شد. اما در ارتباط با حوزه داخل اینکه گفته شده که قوه قضاییه و دادستانی بایستی آمار رو اعلام بکنه، اینم یک اشتباهی است از داخلی های خود ما. قوه قضاییه حوزه مأموریت خودش رو اعلام میکنه، گزارشاتش هم میده. ما اما در این حوزه مسئولیت با شورای امنیت کشور و دبیرخانه این شوراست. خدا رحمت کنه. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم در همان روزهای اول پس از حوادث آبان ماه در دیدار با بعضی از خانواده‌های کشته‌های آبان گفته بود آمار دقیق وجود دارد، اما از آنجا که نیازمند تفکیک دقیق درباره چرایی و چگونگی کشته شدن آنها بوده اعلام نشده. خانواده های قربانیان گفتند که از سوی مقام های امنیتی زیر فشار بودند و پس از 6 ماه پیگیری های آنها برای دادخواهی به جایی نرسیده. شکایت تو دادسرای نظام از نیروهای امنیتی نوشته بودیم همون روز اول که جنازه رو تحویل گرفتیم. اونم چندین بار که مراجعه کردیم پرونده همینجور در حال بررسی هست. تا چند روز پیش که خانمم رفته بود گفتن که بله، ما فقط گناهکار یا بیگناهی اینا رو ثابت میکنیم و کسانی که گناهکار نباشن فقط یه دیه بهشون تعلق میگیره، چیزی از این که به عنوان شهید اعلام کنن برای اشخاص عادی نیست. شهیدم که اعلام کنن چه سودی دیگه برای پدر مادرش مثلا داره؟ اصل محمد بوده که ما از دست دادیم الکی و می‌خواستیم ببینیم به چه دلیل مثلا این اتفاق بود برای محمد یا امثال محمد افتاده. کسی جوابگو نیست، فقط میگن شما میتونید اگر بیگناهیشون ثابت بشه یه دیه‌ای بهتون تعلق میگیره. که مادرش هم در مورد گفته من نیومدم اینجا شکایت کنم برای دیه، من اومدم ببینم چرا چنین اتفاقی برای محمد یا امثال محمد باید بیفته. واقعا کسی نیست که بخواد جواب این پدر و مادرها رو بده. هنوز معلوم نیست که آمار دقیق کشته شدگان حوادث آبان کی منتشر شود، چیزی که ما هاست بسیاری از مردم و مدافعان حقوق بشر آن را مطالبه می کنند. کاوه مشکات، بی بی سی. دو مهمان داریم، شادی صدر حقوقدان و از مدیران سازمان عدالت برای ایران از لندن با ما هستند و همینطور علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از تورنتو کانادا. خانم صدر، خیلی از حکومت انتقاد میشد که تعداد کشته ها رو اعلام نمیکنه. خیلی خب، حالا تلویحا اعلام کردن، این عدد چه چیزی رو عوض میکنه؟ ببینید، اولا همونطور که در مقدمه شما هم اومده بود و برآوردهای ما نشون میده که بر اساس این برآوردها بر اساس اسناد متقنیه که از جمله ویدیوهایی که وجود داره از استفاده نیروهای مسلح حکومتی از سلاح گرم، تعداد واقعی کشته شدگان بسیار بیشتر از اون چیزیه که به طور تلویحی از طرف وزارت کشور اعلام وزیر کشور اعلام شده. عفو بین‌الملل 304 اسم با مشخصات و جزئیات داره که با این عدد 220 که وزیر کشور تلویحا اعلام کرده باز فاصله داره و باید یادمون نره که بسیاری از خانواده ها به حدی تحت فشار بودن که سکوت کردن و تا همین امروز اسامی بچه هاشون که کشته شدن اعلام نکردن. بنابراین عدد واقعی بسیار بیشتر از این هاست. نکته دوم اینه که از نظر شخص من با وجود اینکه تحت فشار سازمان های بین المللی، سازمان های حقوق بشری و همینطور رسانه ها و به خصوص افکار عمومی، الان وزیر کشور بعد از 6 ماه مجبور شده که یک عددی رو اعلام بکنه، اما این آمار به خودی خود سوالات مهم پیرامون مسئله استفاده از سلاح علیه معترضان و کشتار آبان رو پاسخ نمیده. افکار عمومی، خانواده ها و همینطور جامعه بین المللی لازمه که بدونن مشخصات این افرادی که کشته شدن چی بودن، چرا کشته شدن، چگونه و توسط چه کسانی و چه نیروهایی مسئولش بودن. و از اونجایی که خود وزیر کشور یکی از متهمان اصلی این کشتاره به عنوان رئیس شورای امنیت کشور، طبیعیه که در کار جعل واقعیات و لاپوشانی و پنهان کردن حقیقت که اتفاق افتاده این مصاحبه را ارائه کرده باشه.
آقای نامور حقیقی، آقای روحانی مطمئن نبود که اعلام بکنه، توپ رو هم مینداخت در زمین قوه قضاییه. اصلا چطور شد که اینا بعد از 6 ماه و نیم بالاخره تصمیم گرفتن که ولو سربسته به این شکل اعلام بکنن؟ با سلام خدمت شما بینندگان محترم و خانم صدر. ببینید، چند تا مشکل وجود داشت در درون ساختار قدرت. یکیش مسئله این بود که عده معتقد بودند که باید این آمار رو اعلام کنن، تو محافل خصوصی دولتی هم همون موقع عدد رو اعلام میکردن. عده معتقد بودند که نه، ما نباید، لزوم نداره که وارد این بازی بشیم و طبیعتاً مسئولیت های حقوقی دامنگیر سیستم خب و نظام خواهد بود، یک استفاده تبلیغاتی میده برای مخالفین. ولی حوادث، خب میدونید که مسئله ترور سردار سلیمانی شد، بعد مسئله زدن هواپیمای اوکراینی شد و بعدم کرونا اومد که خب سیاست رو برد تو حاشیه. ولی انتشار اسامی که توسط عفوی‌الملل بود که مستند بود، خب در حقیقت بازی رو عوض کرد، به این مفهوم که جمهوری اسلامی الان چوب عدد رویتر 1500 نفر رو خورده و همچنین الان عدد مستند سازمان عفوی‌الملل که به هر حال با اسم هست و مشخصات هست، در نتیجه به نظر میرسه از این بابت سیستم تصمیم گرفته که خب حالا چون چوبش رو خورده بیاد عددی رو اعلام کنه. ولی خب این عدد تا اسم و موقعیت افراد مشخص نشه نمیشه راست آزمایی کرد. ولی میشه گفت که عددی که اینا اعلام میکنن کف اون تعدادی است که در اون حادثه کشته شدن. مضافم برای این که در مورد مجروحین و دستگیر شدگان هم هیچ آماری اعلام نشده که خب تعدادشون به خصوص دستگیر شدگان خیلی زیاد بوده. در مجموع میشه گفت که سیستم به خاطر اشتباهاتی که در تصمیم گیری در مورد مسئله قیمت گذاری بنزین داشته، در مورد مدیریت بحران داشته که فرمانده نیروی انتظامی هم مخالف بوده که افزایش قیمت بدن به خاطر بحران‌های عراق و لبنان، هر کسی داره توپ مسئولیت رو به جناح‌های دیگه نسبت میده. با توجه به اینکه تو افکار عمومی این موضوع بسیار مورد شماتت قرار گرفته و جامعه به شدت عصبانی بود از این نوع تصمیم گیری و سرکوبی که اتفاق افتاد. خانم صدر، با دیر اعلام کردن عدد به عنوان یک شگرد، حکومت تونسته بار مسئولیت رو کمتر بکنه؟ ببینید، تحقیقات ما در عدالت بر ایران نشون میده که از همون ابتدا مسئولین حکومتی دو تا گفتمان رو پیش بردن در این قضیه توجیه استفاده از سلاح گرم علیه معترضان غیر مسلح و مردم بی‌دفاع. یکی این که بگن که اینها تهدید بودن برای جان و مال مردم و بنابراین نیروهای انتظامی و همینطور سپاه و غیره موظف بودن و مجبور بودن که از سلاح استفاده کنن. دکته دوم اینه که افراد مشکوکی، عناصر مشکوکی از بین خود معترضان اومدن و این یک سری ها رو کشتن و این نیروهای امنیتی و انتظامی نبودن که مسئول بودن. توی همین مصاحبه وزیر کشور ما هر دو تا رو می‌بینیم. یعنی وقتی اشاره می‌کنه به این که خب وقتی به پاسگاه و جاهای حیاتی حمله کردن چاره‌ای نبود جز این، و از اون طرف میگه که 40-50 نفر از این افراد به عنوان شهیدن چون از اسلحه غیر سازمانی استفاده شد که هیچ کدوم از نیروهای ما اونو نداشتن، هر دو تا گفتمان رو پیش میبره. و این زمان 6 ماهه رو در تمام طول این زمان با وجود کرونا، با وجود مرگ ترور سلیمانی، با وجود هواپیمای اوکراینی، همه اینها از این دو تا گفتمان استفاده کردن و خانواده ها رو تحت چنان فشاری قرار دادن با استفاده از تهدید و تطمیع که سکوت بکنن و هیچ شکایتی نکنن، برای اینکه بتونن این جعل واقعیت رو پیش ببرن و که همین الان هم ما داریم میبینیم. و اگر نبود فشار افکار عمومی، اگر نبود فشار سازمان‌های حقوق بشری، قطعا امروز هم اعلام نمی‌کردن. مسئله اصلی اینه که تا زمانی که این جنایات بررسی نشه و مسئولانش مشخص نشن و محاکمه نشن در یک روند قضایی شفاف و مستقل، امکان نداره که افکار عمومی با اعلام 2 تا عدد یا 3 تا عددی که گنگ و مبهم هم هست رضایت بده به این قضیه. این باید حتما به شکلی درست و مناسب و طبق استانداردهای بین‌المللی به این موضوع رسیدگی بشه که حالا اگه وقت بود من توضیح میدم استانداردهای بین‌المللی راجع به این قضیه. آقای نامور حقیقی، رفتار حکومت با معترضا و آنچه که بعد از اون اتفاق افتاد و بعد آنچه که آقای
رحمانی فضلی گفت. چه مشکلی برای حکومت ایجاد میکنه؟ در هر صورت حکومت پذیرفته که 80% همین عددی که اعلام میکنه توسط نیروهای امنیتی کشته شده. ببینید در همین صحبت آقای رحمانی فضلی این تناقض وجود داره، میگه حدود 40-45 نفر به وسیله گلوله‌هایی کشته شدن که متعلق به نیروهای انتظامی نیست، یعنی متعلق به نیروهای داخلی دولت یا حکومت نیست. خب یعنی اینکه شما حداقل 20 نفر 30 نفر تیرانداز داشتی که اینا سلاح داشتن و تونستن مردم تیراندازی کنن. خب آیا اینا دستگیر شدن؟ هیچ اطلاعاتی ما نمیده. بنابراین اگه این حرف ایشون راست باشه، یعنی حکومت قادر به تامین امنیت نیست و با همه اون ادعاهایی که میکنه یه بخشایی تونستن کار مسلحانه کنن در داخل ایران و حکومت نتونست هیچ اقدام علیه اونا انجام بده. این نکته اول که تناقض آقای رحمان فضلی نشون میده. نکته دوم این که حکومت فکر میکنه به هر حال با توجه به حوادث که در آمریکا اتفاق افتاده، یک جوری آقای رحمان فضلی صحبت ترامپ رو که در مورد حمله به کاخ سفید هست که گفته، این رو سعی کرده تعمیم بده به این که آمریکایی‌ها چجوری مقابله میکنن با مخالفین و معترضین، سعی کرده یک توجیه کنه که در ایران خیلی ملایم‌تر از اونا برخورد کردن، در حالی که در گزارش‌های خبری یکی دو شهر، شاید اسلامشهر بوده و یک قلعه حسن خان، یک حملاتی به مؤسسات دولتی با خشونت شده و همچنین در ماهشهر که درگیری‌های رخ داده که گفته شده بعضی گزارش‌های افرینول هم گفته بوده سلاح استفاده شده، ولی در بقیه جاها افراد بدون سلاح بودن و تیراندازی به افراد بدون سلاح شده. برخی‌هاشون دانش آموز بودن و طبیعتاً همین که حکومت حاضر نبود که آشکارا روشن کنن نشون داد که در افکار عمومی این مسئله مشکل جدی ایجاد کرده. طبیعتاً اگر این موضوع حل و فصل نشه که به نظر نمیرسه فعلا حکومت بخواد حل و فصل کنه، میتونه در آینده به عنوان یک از جنبه افکار عمومی یک در حقیقت یک ذخیره ای بشه در ارتباط با جنبشا و یا اعتراضات شهری، جز اینکه بتونن از جنبه حقیقت نمایی موضوع رو در افکار عمومی حل کنن که بعید میرسه برن به این سمت. خانم صدر گفتید جعل واقعیت باید بررسی بشه، به چه شکل؟ ببینید مهمترین موضوع اینه که از نظر قوانین بین المللی استفاده از سلاح فقط در مواردی از سوی نیروهای انتظامی امنیتی جایز هستش که یک خطر فوری به جان مردم وجود داشته باشه، و همونطور که تحقیقات ما و همینطور سازمان عفو بین الملل و سایر سازمان‌های غیر حقوق بشری نشون میده، با استفاده از مدارک متقن اثبات شده که چنین خطر جانی در هیچ جا وجود نداشته جز در موارد خیلی پراکنده، و در اونجاها هم حتی استفاده از سلاح متناسب نبوده و قوانین بین‌المللی رعایت نشده. این یعنی نقض نظاممند و همینطور گسترده حق حیات. حداقل در 35 شهر ایران بر اساس بیش از 1200 ویدیویی که ما جمع‌آوری کردیم استفاده شده از سلاح. بنابراین از نظر قوانین بین‌المللی قوه قضاییه موظف هست که برای تک تک مواردی که کسی کشته شده یا زخمی شده پرونده جداگانه باز کنه، مشخص بکنه که چه کسانی مسئول بودن، تحت چه شرایطی این کشته شدن اتفاق افتاده، و همینطور کسانی رو که مسئول بودن محاکمه بکنه. تا این روند قضایی شفاف انجام نشه و مسئولان این قضیه پاسخگو نشن، امکان نداره که ما بتونیم و افکار عمومی این واقعیاتی رو به این شکل جعل شده بپذیره، و همینطور گفتمانی رو که داره میگه که معترضین از بین خودشون یک کسانی رو شلیک کردن یا اینکه تهدیدی بر جان و مال مردم بودن که کاملا حقیقت نداره و کاملا جعلی هستش پذیرفته بشه. مسئله اصلی اینه که سوال اصلی اینه اصلا ما بپذیریم که همین 200 خورده ای نفری که رحمانی فضلی وزیر کشور میگه تعداد کشته شده هاست، اگر واقعا فکر میکنن که استفاده نیروهای انتظامی و نظامی از سلاح قانونی بوده و حتی قوانین جمهوری اسلامی در موردش رعایت شده، چون ما اثبات کردیم که حتی قوانین جمهوری اسلامی در این زمینه رعایت نشده، چرا محاکمه برگزار نمیکنن؟ چرا حتی تا الان یک پرونده تشکیل نشده برای رسیدگی به یک مورد و برعکس خانواده ها رو اونقدر تحت فشار گذاشتن و یا اینکه با عنوان شهید یا دادن دیه تطمیع کردن که کاملا سرپوش بزنن در طول 6 ماه گذشته
گذشته و با وجود همه مسائل بین المللی سر این قضیه که حتی یک پرونده تشکیل نشده. بنابراین زمانی در واقع حقیقت روشن میشه که محاکمات عادلانه و همینطور شفاف و قضایی انجام بشه تا واقعیت قضیه روشن بشه و مسئولانش از جمله خود آقای رحمانی فضلی وزیر کشور پاسخگو بشه. آقای نامر حقیقی وقتمون متاسفانه خیلی کم، میگفتید افکار عمومی قانع نشده ممکنه مشکل ایجاد کنه، به چه شکل؟ ببینید این نوع حوادث بستگی داره که گره بخوره به حوادث بعدی، یعنی اگر در مواردی سیستم نتونه مشکلات معیشتی رو حل کنه یا به هر دلیلی بنا به حوادثی که قابل پیش بینی نیست درگیری و اعتراضات شهری زده بشه، این بک‌گراند، این زمینه میتونه در حقیقت کمک کنه به اون حوادث. ولی اگر سیستم بره به سمت حل مشکلات، مصالحه کنه و بره به سمت اینی که بتونه یک تعامل جدید ایجاد کنه، خب از این نوع سرکوب‌ها بوده، از اول انقلاب تا الان موارد زیادی بوده، معمولاً به خاطر سیر حوادث بسیار زیاد کمتر اینا موضوعات میاد بالا و مطرح میشه. ولی به هر حال این موضوع چون الان گره خورده موضوعات دیگه و سیستم هم در مورد مسئله انتخابات مجلس کاملا دست رد زد به مشارکت اجتماعی، به نظر میرسه اگر در موارد دیگری بحران ایجاد بشه، موضوع مسئله سرکوب های ماه آبان میتونه یک ذخیره‌ای باشه در افکار عمومی که شعله ور کنه اون اعتراضات رو. در غیر این صورت مثل موارد دیگری که به دست فراموشی سپرده شده این کار خواهند کرد. موارد قتل‌های زنجیره‌ای هم به علتی که اون موقع آقای خاتمی و ریاست جمهوری فشار آورد که موضوع باز بشه، تونست به سمت یک محاکمه نه چندان عادلانه، بخشی از پرونده فقط باز شد برسه. در این مورد که خود دولت، در حقیقت خود آقای رحمانی فضلی، خود آقای روحانی اینا حمایت کردن از این مسئله، بعید میدونم که در چنین وضعیت قرار بگیره، جز اینکه جامعه مدنی و افکار عمومی چنان قدرتمند بشه که حکومت رو وادار کنه که در این مورد حقیقت گشایی کنه. ممنونم از علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو کانادا، و شادی صدر از مدیران سازمان عدالت برای ایران در لندن. اعتراض ها به کشته شدن جورج فلوید، مرد سیاه پوستی که به دست پلیس در شهر مینیاپولیس در آمریکا کشته شد، همچنان ادامه دارد. در چندین شهر آمریکا اعتراض ها به خشونت کشیده و دست کم یک نفر دیگر جانش را از دست داده. تا به حال صدها نفر بازداشت و ده ها مأمور پلیس زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که مسببان خشونت ها غارتگر، مجرم و چپگرای افراطی هستند. گزارش فرین عاصمی را می‌بینیم با این هشدار که بعضی از تصاویر در آن ممکن است ناراحت کننده باشد. خشونت آمیزترین اعتراض های آمریکا از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ، اعتراض به رفتار نژادپرستانه پلیس نسبت به سیاه پوستان. نمونه از خشونت پلیس اینجا در میدان تایمز نیویورک. دست کم در 30 شهر آمریکا معترضان با پلیس درگیر شدند. در چند شهر هم مقررات منع رفت آمد برقرار شده، از جمله در اینجا در لس آنجلس، دومین شهر بزرگ آمریکا. از صبح امروز 5000 سرباز گارد ملی و نیروی هوایی برای مقابله با اعتراض‌ها در 15 ایالت آمریکا و شهر واشنگتن بسیج شدند. 2000 نیروی دیگر هم در حالت آماده باش هستند تا اگر لازم شد فعال شوند. با این حال رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، گفته دولت فدرال فعلا قصد اعزام نیروهای گارد ملی برای مهار اعتراض‌ها را ندارد. او همچنین نژادپرستی سیستماتیک در پلیس آمریکا را رد کرده. اعتراض‌ها که ابتدا مسالمت‌آمیز و آرام بود، به خشونت کشیده شده. معترضان بسیاری از ساختمان‌ها و خودروها را آتش زدند. پلیس هم با معترضان برخورد کرد. به ما گلوله پلاستیکی، شلیک و گاز اشکاور پرت کردن. اونا به شهروندان حمله میکنن. این تصویری است از نیویورک، شنبه عصر به وقت محلی. پلیس با ماشین از روی معترضان رد میشود. من قصد ندارم تقصیر رو به گردن پلیس بندازم که در حال تلاش برای کنترل شرایط دشواره. کسانی که به سمت ماشین پلیس هجوم بردند کار اشتباهی کردند که غیر قابل دفاعه. البته من امیدوار بودم ماموران پلیس جور دیگری با این قضیه برخورد می‌کردند. اما بذارید بگم که از اول معترضان کار اشتباهی انجام دادند که ماشین پلیس رو محاصره کردند.
نام جورج فلوید حالا بیش از هر چیز در خیابان‌های آمریکا دیده می‌شود. روی دیوار اینجا در مینیاپولیس یا بر زبان معترضان در نیویورک. مرد 46 ساله‌ای که دوشنبه کشته شد. در تصاویری که از لحظه کشته شدن او در رسانه‌ها منتشر شده، او در حالی که به سختی نفس می‌کشید، به پلیس سفیدپوستی که زانویش را روی گردن او گذاشته و فشار می‌داد، می‌گفت که نمی‌تواند نفس بکشد. جمله‌ای که حالا به شعار معترضان تبدیل شده. پلیسی که باعث کشته شدن جورج فلوید شد، به اتهام قتل بازداشت شده. خانواده مقتول و معترضان می‌خواهند پلیس نحوه رفتار و عملکردش را تغییر دهد و سه مأمور دیگر پلیس هم که در صحنه قتل حاضر بودند بازداشت شوند. اینجا دنور است در ایالت کلرادو. هزاران نفر از معترضان رو به زمین دراز کشیدند و به مدت 9 دقیقه دستایشان را پشتشان قرار دادند و شعار دادند نمی‌توانم نفس بکشم. جورج فلوید تنها سیاه‌پوستی نیست که در سالهای اخیر در آمریکا به دست پلیس کشته شده. دونالد ترامپ گفته اگر نارامی‌ها ادامه یابد، ارتش آمریکا برای مقابله با آن در شهرها مستقر خواهد شد. او گفته با خانواده آقای فلوید صحبت کرده و عدالت اجرا خواهد شد. برادر آقای فلوید اما به MSNBC گفته آقای ترامپ حتی به او فرصت نداده که حرف بزند. نارامی در شهرهای مختلف آمریکا در حالی اتفاق افتاده که حدود 40 میلیون نفر در این کشور به دلیل شیوع کرونا بیکار شدند و همین بر خشم معترضان افزوده. فرین عاصمی، BBC. همکارم کامبیز فتایی هم از واشنگتن با ماست. کامبیز، نقشه اعتراض‌ها رو که نگاه می‌کردم، شمال، جنوب، شرق، غرب همچنان ادامه پیدا کرده. بله، و میشه گفت شاید بی سابقه است در سال‌های اخیر چنین گسترشی در که در 75 شهر حداقل از شرق تا غرب، شمال تا جنوب یک همچنین اعتراضاتی که به خشونت هم کشیده شده در خیلی از موارد در جریان باشه. و جالب اینجاست که در تعداد بیشتری از شهرها، حداقل در برخی از مناطق این شهرها، دارن مقررات منع رفت آمد اعلام میکنن. معمولا در نواحی مرکز شهر هست، در نقاط خاصی که میخوان مردم جمع نشن، شیکاگو و همینطور کلیولند در ایالت اوهایو، دو شهر دیگر هستن که امروز اعلام کردن که اون در مناطق مرکزی در شب کسی حق رفت و آمد نداره. به هر حال به نظر میرسه که هم مقامات فدرال و هم ایالت‌ها دارن تلاش میکنن که مهار کنن این اعتراضات رو، حالا با حتی با اعزام نیروهای گارد ملی، که وقتی گارد ملی میگیم اینا در واقع میشه گفت نیروهای ارتش‌های ایالتی میشه گفت اسمشون رو گذاشت. دولت فدرال گفته که رسما خودش وارد عمل نمیشه، به ایالت‌ها واگذار کرده و به هر حال یه چیزی حدود 5000 تا از این نیروها دارن به پلیس کمک میکنن در حداقل 15 شهر، از جمله به اضافه واشنگتن دی سی، همینجا که من هستم در پایتخت آمریکا. در برخی از مناطق به خصوص در جلوی کاخ سفید اینها مستقر شدن، مانع از این بشن که مردم معترض یا این چند صد نفر یا هزار نفر بخوان دست به اقدامی بزنن. دولت اینجا نیروهای رادیکال و تندروی به خصوص چپ رو داره مقصر میدونه. آنتیفا رو رئیس جمهور گفته که قصد داره که گروه تروریستی اعلام بکنه و به حال گروهی است که ضد فاشیست معروفن، گروهای ضد دست راست هستند، ضد دست راستی ها هستند، وارد عمل میشن. الان اینها در میزان اتهام هستند و مقامات فدرال از جمله رئیس جمهوری آمریکا دارن این اعتراضات رو که به خشونت کشیده شد به اینها نسبت میدن. ممنونم از کامبیز فتاحی، همکارم در واشنگتن. اما حسین فاطمی، عکاس خبری و همینطور عضو آژانس پانوس پیکچرز، از شهر مینیاپولیس در ایالت مینسوتا آمریکا کانون اصلی درگیری ها با ما هستند. آقای فاطمی، شما خودتون در جریان پوشش خبری اعتراض ها آسیب دیدید، در مورد اون بگید. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگانتون. بله، هم دیروز و هم پریروز ما برای پوشش خبری توی منطقه‌ای که کانون اعتراضات هست بودیم. خب تا ساعت 4-5 شهر کاملا اینجا نرمال، 4-5 به بعد جمع میشن و تا 8 تقریبا اعتراضات خیلی آرومه. 8 به بعد که منع رفت و آمده و اعتراضات شروع میکنه به شدید شدن. من اولین بارم نیست که دارم این داستانو کاور میکنم، این موضوع، این اعتراضاتو. توی 2014 توی فرگوسن و 15-16 توی بالتیمور کاور کردم و
یه جوری آشنا هستم به نوعی این جنس کار و چجوری باید به عنوان یک کس کنم، ولی شرایط اینجا اصلا شرایطی که قبلا بوده نیست و ما ها احساس نمی کردیم که عکاسا و خبرنگارا که خب پلیس قرار به ما هم حمله کنه. همون لحظاتی که شما آسیب دیدید رو ما الان پخش کردیم. گاز اشکاور، گلوله گاز اشکاور خورده بود به صورت شما؟ نه، من دو بار دیروز و پیروز، دیروز که ما حالت گاز انبوری ما رو ده ارتش و پلیس گاز انبوری گرفتم و قشنگ 5-6 نفر بودیم، ریختن سرمون، زدن و فلفل رو صورتمون میپاشیدن و چسبوندنمون رو دیوار، عینکه ها چیزایی که رو صورتمون بود و میکشیدن و میزدن رو صورتمون و بعد دیگه ما افتادیم و یه سری بچه‌ای که معترض بودن تونستن کمکمون کنن از اونجا. شما رو با معترضان اشتباه گرفته بودن یا اینکه میدونستن عضو مثلا نهادهای رسانه‌ای هستید؟ نه، ما به خاطر اینکه این اتفاق پیش نیاد ما دست جمعی کار میکنیم، یعنی 5-6 تا عکاسیم، یه گوشه میریم میچسبیم به یه دیوار، همه جلیقا پرس داره و همه کلاه دارن، همه دوربین به دست و 5-6 نفره حرکت میکنیم و پلیس کاملا میبینه که ما خبرنگاریم. و من دیروز بهش داد میزدم و میگفتم که من ژورنالیستم، نزن. و اصلا یه چیزی بود که احساس نمی کردم که توی امریکا تجربه کنم و توی رسانه اجتماعی شعرش کردم. برخوردی که دیدم از هموطنان ایرانم که خب خیلی با ایران مقایسه می کردن این داستانو و خیلی اصلا قابل مقایسه با فضای کاری ایران نیست. خب ایران داستانش یه چیز دیگه است، ما نمیتونیم اصلا امریکا رو با ایران تو اینجور موقع مقایسه کنیم. و ما اصلا اشاره کردید که خیلی هم این مقایسه در شبکه‌های اجتماعی شده. الان ما تصاویر زنده‌ای داریم از شهر مینیاپولیس، البته اعتراضات بسیار آرام هست، در مقابل یکی از ساختمان‌های مرکزی شهر جمع شدن که بی‌شباهت به ساختمان کنگره آمریکا نیست. معترضان رو می‌بینیم، حضور پرشمار نیروهای امنیتی هم در اطراف همین ساختمان دیده میشه. آقای فاطمی، شما احتمالاً خیلی شاید از این ساختمون هم فاصله نداشته باشید. الانی که فضا آروم به نظر میاد، البته با حضور بسیار سنگین نیروهای امنیتی و حتی ماشین‌های نظامی، مفهومش چیه؟ فکر میکنید که خشونت‌ها دیگه کنترل شده یا ممکنه با تاریک شدن هوا دوباره سر بزنه؟ با تاریک شدن هوا نه، خشونت‌ها دوباره و اعتراضات دوباره زیاد میشه. تا ساعت 5-6 کاملا شهر عادی و مثل زمان تایم کرونا است، هیچ کس تو شهر نیست. ساعت 5 به بعد میبینین که همه راه میفتن به یه سمتی که ما توی سوشال مدیا پیدا میکنیم که قرار کجا جمع بشن. اکثرا جلوی استیشن های پلیس جمع میشن که بتونن حمله کنن و استیشن های پلیس رو بگیرن، که همین اتفاق چند روز پیش شده و از دو روز جلوی استیشن پلیس وای میستن که بتونن اونجا رو بگیرن. پری روزش که اونجا بودن خب خیلی پلیس ها کم بود و خب یه جوری پلیس ها ترسیده بودن توی ساختمون و تعدادشون خیلی کم بود، ولی دیشب گارد فدرال و ارتش اومدن و قشنگ میتونم بگم که توی 5 دقیقه همه معترضین رو زدن با تیرگس، با گلوله‌های مشکی. و یه خبرنگار، یه عکاسی هم دیروز یه چشش رو که اگر حالا نیویورک تایمز رو چک کنین، یه چشش زخمی شده. ممنونم از حسین فاطمی، عکاس خبری و عضو آژانس پانوس پیکچرز. باید یادآوری بکنم که بخشی از تصاویری که آقای فاطمی گرفتند رو در گزارش بعدی هم خواهید دید. ضمن اینکه با آقای فاطمی صحبت میکردیم، تصاویر زنده‌ای هم داشتیم از مینه‌سوتا و از ساختمان مرکزی همین شهر که بی‌شباهت به ساختمان کنگره هم نیست. در هر صورت یک دلیل اعتراضات اخیر تصویر طولانی و دردآور لحظات پایانی زندگی جورج فلوید بود که دوربین شهروندان اون رو ثبت کرد. اونها همچنان از خشونت پلیس در سرکوب اعتراض‌ها فیلم می‌گیرند و در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند. ولی درگیری حالا فقط بین پلیس و معترضان نیست. پرهام قبادی گزارش می‌دهد با این هشدار که دیدن بعضی از تصاویر این گزارش ممکن است
آزاردهنده باشد. نمیتونم نفس بکشم. اینها آخرین جمله های مرد سیاه پوستی بود که زیر زانوی یک پلیس سفید پوست جون داد. نه یک بار که بارها گفت نفسش داره بند میاد. اما این افسر پلیس شهر مینیاپولیس حدود 8-9 دقیقه اینطوری روی گردن جورج فلوید زانو زد. آقای فلوید مسلح نبود، اما رهگذرهایی که شاهد این اتفاق بودند با سلاح رایج این روزها، یعنی گوشی‌های تلفن همراه، دقایق پایانی زندگی اون رو ثبت کردند. این باعث شد خشم معترضان در سراسر آمریکا شعله بکشه. و حالا جمله آخر او، یعنی نمیتونم نفس بکشم، شعار اصلی تظاهرات گسترده شده. اما در طول 5 روز تظاهرات، معترضان ویدیوهای بیشماری ضبط کردند که خشونت پلیس رو در سرکوب اعتراض‌ها نشون میده. مثلا اینجا در سیاتل پلیس معترضی رو که دستگیر کرده با ضربات پی در پی مشت میزنه. یا در اون سر آمریکا در نیویورک پلیس به معترضان نگاه میکنه، ماسک مرد سیاه پوست رو پایین میکشه و با اسپری به صورتش میزنه. اینجا در مینیاپولیس کانون اعتراض‌ها و شهری که آقای فلوید در اون کشته شد، نیروهای پلیس به مردم میگن به خونه هاشون برن. زنی از بالکن خونش در حال فیلم برداریه، اما ناگهان یکی از افسران میگه شلیک کن، شلیک گلوله پلاستیکی و فرار ساکنان. اما خشونت‌ها بین پلیس و معترضان نیست. طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و معترضان هم با هم درگیر شدند. اینجا در کالیفرنیا یک جیب که پرچم ترامپ بر روی اون نصبه، یکی از معترضان رو که به آقای ترامپ فوش میده زیر میگیره با ماشینش. در ایالت یوتا هم مردی با تیر و کمان از ماشین پیاده میشه، به سمت معترضان نشونه میره تیر و کمانشو. او بعدتر در مصاحبه‌ای گفت شعار مخالف معترضان رو داده و مورد هجوم اونها قرار گرفته و برای دفاع از خودش دست به تیر و کمان برده. معترضان اون رو کتک میزنن و ماشینش رو به آتش میکشن. اما گستره اعتراض‌ها چقدره؟ نقاط قرمزی که روی نقشه آمریکا می‌بینین شهرهایی است که در اون تظاهرات برپا شده. همونطور که می‌بینین از غرب تا شرق و شمال تا جنوب. مینیاپولیس اینجا کانون اعتراض هاست. اما همونطور که می‌بینین در کالیفرنیا، در غرب آمریکا و در میامی در جنوب آمریکا که هر کدوم 3000 کیلومتر فاصله دارن با مینیاپولیس، اعتراض برقرار شده. اما ایالت‌هایی که با رنگ زرد نشون داده شدن گارد ملی رو بسیج کردند. 15 ایالت به علاوه واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا. دولت میگه به خاطر آتش زدن‌ها و غارت بعضی از مغازه هاست. اما قربانیان خشونت پلیس در تظاهرات اخیر فقط معترضان نیستن، بلکه خبرنگاران هم مورد حمله پلیس قرار گرفتن. اینجا خبرنگار رویترز در شهر مینیاپولیسه. گلوله پلاستیکی به گونه‌اش اصابت کرده. اون میگه که پلیس به پلیس گفته که خبرنگاره، اما افسر پلیس مستقیم به او شلیک کرده. یا اینجا در لوئیویل در ایالت کنتاکی، پلیس با گلوله پلاستیکی یا فلفل در برنامه زنده تلویزیونی به خبرنگار محلی و فیلمبردارش مستقیم شلیک میکنه. و این هم مشاهدات حسین فاطمی، عکاس ایرانی در نیویورک. پلیس خبرنگارا رو زد. ما اینجا بودیم، همه خبرنگاراش هم بودیم، بهش گفت تو خبرنگاریم، ولی میزد، همه رو زدن. سابقه خشونت پلیس آمریکا علیه سیاه‌پوستان به پیش از رئیس جمهوری دونالد ترامپ برمیگرده. اما فضای سیاسی دو قطبی این روزهای آمریکا آتش اعتراض‌ها را دوچندان کرده. بحثی داریم با دو مهمان. رامین پرهام نویسنده از پاریس با ما هستند. آقای پرهام، خشونت در آمریکا رو ابزار اعمال سیاست نمیدونن، ولی معتقدن که در جای دیگه مثل ایران خشونت ابزار اصلی اعمال سیاسته. و همینطور منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل در دانشگاه بنینگتون از نیویورک با ما. آقای فرهنگ، معتقدن اعتراضات مردم به ظلم و خشونت علیه سیاه‌پوستان موجهه، ولی هرج و مرج روزافزون به نفع عناصر و گروه‌های دستراستی تمام خواهد شد. از آقای پرهام سوال اول رو میپرسم. در آمریکا خب می‌بینیم اعتراض‌ها به خشونت کشیده شده. مرز بین خشونت، سرکوب و اعمال نظم و قانون از نظر شما کجاست؟ با سپاس از شما جناب موسوی. و برای اینکه بخوایم این مرز رو مشخص بکنیم، باید بتوانیم ابزار رو که دستگاه امنیتی باشه، عناصر پلیس درش هستن، دستگاه‌های گارد ملی، دستگاه‌های اطلاعاتی هستن درش، ولی در مجموعش یه ابزار، یه وسیله است. ابزار رو باید در رابطه با ساختار سیاسی، نظام سیاسی و ماهیت اون نظام سیاسی در نظر گرفت، برای اینکه بتونیم درست تحلیلش بکنیم. ابزار ماشه است.
اون انگشتی که رو ماشه است اونو بهش میان سیاست. نمیتونید این انگشت رو از اون ماشه جدا بکنید و بگید ماشه تجزیه تحلیل بکنید ماشه، چون این کار امکان‌پذیر نیست. در آمریکا، یعنی در کشوری نسبتاً نوپا در اواخر قرن 18 شکل گرفته، کمی بیش از 2 قرن بیشتر چیز نداره، نظام سیاسی آمریکا قابل مقایسه نیست با همونجوری که در برنامه‌تون بهش اشاره کردید آقای فاطمی عکاس و خود شما، قابل مقایسه نیست با نظام‌های دیگر و از جمله و به ویژه جمهوری اسلامی. در یک جا خشونت ابزار اصلی اعمال سیاسته، در یک جا فقط وسیله است و کاربرد این وسیله هم البته بسیار کار دشوار است. ما در همین زمان قرنطینه در فرانسه چندین شب تظاهرات خشمگین و همراه با خشونت زیاد و همراه با خرابی زیاد داشتیم در پی رویدادی که بی‌شباهت اصلا نبود، یعنی بین پلیس و یک جوان عرب درگیری صورت میگیره، جوان عرب نه کاسک داشت و نه مجوز خروج از خانه داشت در زمان قرنطینه، مورد تعقیب و پیغام قرار میگیره، موتورش زمین میخوره و آسیب میبینه و پشت سر این از طریق آیفون و سمارت فون میاد تو شبکه‌های اجتماعی و آشوب میشه. خب آقای فرهنگ شما چی فکر میکنید؟ من از نظر کلی با صحبت‌های آقای برهام در رابطه با آمریکا موافقم، ولی یک واقعیت تلخی وجود داره که اگر به اون ما توجه نکنیم اصل در تحلیل اصل قضیه گرفتاری جو، و اون اینه که کسانی که در آمریکا پلیس میشن گذشته طبقاتی فرهنگی و تحصیلی اونها طوریست که بین اونها افراد و عناصری که تبعیض و تعصب نژادی دارن زیادن به طور نسبی، به هیچ وجه نمیخوام کلی بافی راجع به همشون بکنم. بنابراین وقتی این افراد میان که جلوی تظاهرات رو بگیرن که 100% حقشونه و این در واقع هیچ کشوری نمیتونه به هرج و مرج و چپاول مغازه ها بیطرف بمونه، ولی این افراد و عناصر که میان جلو اونا رو بگیرن خودشون به این دلیل که گرفتار تعصب نژادی هستن به تظاهر کنندگان طرفدار صلح، به طرفدارانی که کسانی که 100% با خشونت و چپاول مخالفن به اونها هم حمله میکنند. بنابراین این ماهیت تعدادی از پلیس در آمریکا هست که در واقع برخلاف قوانین و سنتی که در اینجا وجود داره اقداماتی میکنن که هر وقت این تظاهرات پیش میاد افراد بیگناه به همون اندازه مورد ظلم و ستم قرار میگیرن که کسانی که از خشونت استفاده میکنن و هر جمعه درست میکنن و میخوان چپاول بکنن. خیلی جالبه که در این رابطه همیشه وقتی پلیس سفیدپوست مرد یا زن سیاهی رو کشته همیشه که توجیه ارائه میدادن که این توجیه میتونست برای بخشی از جامعه در رابطه با نیت اونها شک و تردید ایجاد بکنه، ولی این ویدیوی آخری به شکل نیست که 8.5 دقیقه یک پلیس پشت گردن مردی رو که دستشو بستن، این یعنی در واقع اون امکان پلیس رو که بخواد توجیه قانونی در رابطه با عمل خودش ایجاد بکنه نداشته. بنابراین ما باید توجه داشته باشیم که اکثریت قریب به اتفاق تظاهر کنندگان که سفید پوستان و سیاه پوستان با هم بودن در همه این شهرها، اینها 100% مخالف چپاول و هرج و مرج بودن، ولی بسیاری از جمله مثلا خبرنگار CNN برای او رو گرفتن، دستگیر کردن، چه دستبند بهش دادن و 3.5 ساعت هم او در زندان باقی بود قبل از اینکه آزاد بشه، و تا اونجایی که من اطلاع دارم خبرنگاران دیگری هم بودن که مورد ظلم و ستم قرار گرفتن. و نکته بعدی که بخوام بگم اینه که به دلیل اینکه ترامپ خودش یک نژاد پرسته و از وقتی که رئیس جمهور شده وضعی در آمریکا ایجاد کرده که در واقع او رقیب رو
دشمن میبینه. هر کس با اون مخالفه دشمنه. بنابراین طرفداران آقای ترامپ در این تظاهرات شرکت میکنن و به تظاهر کنندگان مسالمت جویانه حمله میکنن. یعنی دقیقا همون کاری میکنن که اون افراد و عناصر متعصب در پلیس انجام میدن. اینها واقعیت هایی است که روی خیابون های آمریکا وجود داشته و بیش از هر زمان دیگری در این 3-4 روزا گذشته روشن شد. آقای فرهنگ، شما همین رو میپذیرید اون چیزی که آقای فرهنگ گفتن که دونالد ترامپ شخصیتی داره که این شخصیت به نوعی باعث شعله ورتر شدن درگیری ها شده، مثلا به دلیل گرایش های نژادی که داره؟ در این تردیدی نیست که یک شخصیت سیاسی وقتی که در به ویژه وقتی در رأس قدرت قرار میگیره و مدام در معرض نقد و انتقاد و دوربین رسانه و همین شبکه‌های اجتماعی است، شخصیت او بدون تردید تأثیر میذاره روی شکل‌گیری افکار عمومی و باید گفت احساسات عمومی، چون در هر جامعه ای وقتی که از توده مردم صحبت میکنید اون چیزی رو که یه مقدار با گشاد دستی بهش افکار عمومی میگیم بیشتر احساسات عمومی تا فکر. بدون تردید شخصیت نقش اول کشور تأثیر میذاره، تردید وجود نداره. در این هم تردیدی وجود نداره که بیشترین تعداد سیاه پوستانی که به دست پلیس آمریکا کشته شدن در این چند دهه اخیر در زمان 8 ساله ریاست جمهوری آقای اوباما، من نمیگم اینجا تقصیر اوباماست، صحیح، نه هیچ وجه تقصیر اوباما نبود. یه مسئله ای هست، ببینید در شما نمیتونید باز برمیگردید به همون مسئله ابزار و ماهیت سیاسی نظام، یعنی ماشه و انگشتی که روی اون ماشه است که به اون انگشت میاد سیاست. بعد برمیگردیم به اون. یک در آمریکا مسائلی از همون بد و تشکیل این دموکراسی آمریکا در اواخر قرن 18 وجود داشت که بهترین تحلیلی که تا به امروز راجبش شده و معایبش و نکات مثبتش رو مورد بررسی قرار داده تحلیل توکفیل، دموکراسی در آمریکا. توکفیل در اون زمان به خوبی به این سراشیبی دموکراسی اشاره کرده بود. برای همینم میگن که اگر واقعا میخواید دموکراسی رو دوست داشته باشی، دموکراسی رو محتاطانه دوست داشته باشی. دموکراسی همه چیزش مثبت نیست. به این قضیه اشاره کرده بود که این روند برابری مطلق که با دنیای مدرن و به ویژه با دموکراسی مدرن میاد، این نهایتاً میتونه از سوسایتی دیس سوسایتی درست بکنه، یعنی از جامعه یه جامعه از هم گسسته درست. آقای پرهام، بخاطر اینکه زودتر به نتیجه برسیم، آقای فرهنگ تعبیری که کردن به معنای اینه که خود ماشم خیلی بدون تقصیر نیست و سیاست گذار کسی که دستش بر روی ماشه است، اون هم که تکلیفش تقریبا مشخص، شما هم اشاره کردید و بعد شما به سیستم هم اشاره میکنید، به نوشته های دو توکویل هم اشاره میکنید که گویا خود سیستم هم ایراد داره یا به جایی بالاخره منتهی شده که امروز هست. پس چطور ممکن، چطور میگید که اشکال سیستماتیک نیست؟ نه درسته، ببینید پرسش شما واقعا به جاست جناب موسوی و فرصت هم واقعا کمه برای اینکه به چنین پرسشی که دو قرنه براش پاسخی پیدا نشده ما بتونیم در 2 دقیقه پاسخ بدیم. منظور این است که در روند برابری مطلق یک سراشیبی هم وجود داره که این سراشیبی میتونه به اون چیزی برسه که من ترجمه فارسی یادش ندارم ولی بهش میگن دیس سوسایتی، یعنی سوسایتی که از هم گسیخته. تازه موقعی که توکویل این مشاهده رو به روی صفحه میاره و انقدر زیبا اون رو بیان میکنه، تازه اون جامعه بود که اساساً هنوز سفیدپوست و یک دست بود، تبدیل به جامعه واقعاً چند ملیتی امروز آمریکا نشده بود که در بسیاری از جاهاش اصلا دیگه شباهتی به جامعه نداره، شباهتی به کامیونیتی نداره.
بله بسیار خوب. هر کسی در واسه خودش زندگی میکنه و این ابزاری هم که الان در برابر من هست، این تکنولوژی که بهش میگن شبکه‌های اجتماعی، این روند رو بدتر هم کرده. بله. این روند رو منزوی کردن. اشاره شما به نوشته‌های الکسی دو توکویل، خب اندیشمند فرانسوی که در 1805 اگر اشتباه نکنم به دنیا اومد و در قرن بالاخره 19 هم به آمریکا سفر کرد. آقای فرنگ، شما هم ایراد رو یک ایراد ساختاری می‌بینید که بعد سیاستگزاران هم با مشکلاتی که دارند و بعد مسائلی که در جامعه هم هست اینطور گره خورده و یک مشکل چند صد ساله است؟ بله، این یک مشکل ساختاری است، ولی این مشکل ساختاری ویژگی های خاص آمریکایی داره. اول اینکه توکویل اون صحبت کتابی که راجع به آمریکا نوشت، اون راجع بیش از 200 سال گذشته است و دنیای آمریکا تحولات عظیمی کرده. اگرچه اون کتاب بسیار جالب و خوندنی است، ولی مطالعات بسیار وسیعی شده که صدها برابر جالبتر و عمیق‌تر و گویاتر است. مطالعه توکویله. واقعیت در آمریکا این، شاید تا اونجا که من اطلاع دارم، آمریکا کشوری است که اختلاف بین نژادپرستی و اختلافات طبقاتی دو سوی یک سکه شدند و این خیلی کمتر در دیگر دنیا. یعنی در اینجا بیش از در آمریکا 2.2 میلیون زندانی وجود داره. 40% اینها سیاه‌پوستان آمریکایی هستند و در حالی که آمریکا جمعیتش 13% سیاه بود. حالا ما در هر جای دنیا که بریم یک اکثریت بزرگ زندانیان در خاص از محرومترین طبقات اجتماع هستند. مطالعات زیادی نشون در آمریکا این محرومترین طبقات اجتماع از نظر طبقاتی، شکاف طبقاتی، سیاه‌پوست هم هستند. و چون در آمریکا به دلیل ویژگی‌های خاص این مملکت که آقای پرهام خوب توضیح میدادن، به طور کلی بحث طبقاتی و شکاف طبقاتی بسیار بسیار کمه. در جوامع اکادمیک و گاهی اوقات انجام میشه، ولی در فرهنگ توده‌ای مسائل طبقاتی اصلا مطرح نیست. بنابراین به جای اینکه مردم بین به اصطلاح این زندانی شدن سیاهان و حتی قانون شکنی بعد سیاهان رو ارتباطش بدن به فقر، به وضع طبقاتی اونها، دقیقا ارتباطش میدن به سیاه‌پوست. این میشه یک امر ساخت و بسیاری از افرادی که در موقعیت بسیار قدرتی قرار دارن که تصمیمات اونها در این رابطه پیامدهای مهمی داره، اگرچه که قوانین در آمریکا در این 30 سال و 40 سال گذشته در جهت برابری و در جهت از بین بردن تبعیض، ولی این تبعیض و تعصب نژادی در ذهنیت و احساس و رفتار آدم ها وجود داره و در تصمیمات و رفتار اونها به منصح ضرور میرسه. و در اجازه بدین یک نکته بسیار خیلی مهم بگم راجع به ترامپ. وقتی که در ویرجینیا تظاهرات شد، حزب نازی آمریکا و نژادپرستان سفیدپوست یک طرف بودن و طرفداران حقوق بشر و طرفداران برابری سیاه و سفید در طرف دیگه. ترامپ گفت هر دو طرف آدم‌های خوب بینشون هست، در حالی که پرچم‌های نازی‌ها بر ضد یهودیان و نژادپرستان سفیدپوست نقش مهمی در اون تظاهرات. بنابراین ترامپ فقط یک رئیس جمهور معمولی نیست، بلکه یک فردی است که رفتار و کردار و گفتار او. وقتمون متاسفانه تمام شد آقای فرهنگ. بسیار ممنونم از منصور فرهنگ، استاد رابطه بین الملل، رامین پرهام، نویسنده در پاریس. ممنوعیت صدای زنان در ایران موضوع موزیک ویدیوی تازه از فراواز و جاستینا است. این موزیک ویدیو با عنوان فتوا قصه زنانیه که اجازه خوندن ندارند و تلاش برای رسیدن به حقشون پای اونها رو به دادگاه کشونده. سازندگان این کلیپ میخوان حق اونها برای آواز خوندن به رسمیت شناخته بشه. جاستینا از خواننده های این کلیپ از تفلیس با ماست. خیلی خوش اومدین به برنامه. شما خودتون در ایران دستگیر شدید، آیا این تجربه شخصی باعث شد که برید سراغ این موضوع؟ سلام میکنم. اول بگم که اسمم جاستین است، اولش اشتباه اسم منو گفتیم. و اینکه خب قاعدتا مربوط میشه به مشکلاتی که ما خودمون داشتیم در ایران و خود من بعد از 5 سال فعالیتم در واقع بازداشت شدم به خاطر فعالیتام و آواز خوندن. و اینکه خب من
قبلا هم کارهایی داشتم که راجع به حقوق زنان بود و خب این بار فراز از من خواست که راجع به حقوق در واقع حق آواز زنان یک کار ببندیم که من گفتم که بهتره راجع به حقهای دیگه هم صحبت بکنیم توی این کار و با دانش امروزی که من راجع به حق زنان، حقهای بیشتر زنان میدونم بیایم به یک کار جدید ببندیم با حرفهای تازه و اینطور شد که ترانه رو نوشتم و موزیکش هم به کمک همسرم جامین ساختیمش و فکر می‌کنم این کار تا زمستون شروع شد، اوایل زمستون و اوایل اردیبهشت در واقع تموم شد کاراش و آماده شدیم برای پخشش. اجازه بدید که بخشهایی از همین موزیک ویدیو رو ببینیم. خب نه، پدر شما مخالفه و برای من دردسر راحت شد. انقلاب شد و اون آخرین اجرای من بود. هیچ وقت نخوندم. هیچ وقت حتی برای خودم و برای دوستانم. چرا خواننده شدی؟ چرا پدرت چرا تو رو هنر پیشه کرد؟ اگه از پرنده پروازو بگیرن چی میمونه؟ متهم گناه چیه؟ موسیقی. پرونده ای که بر من درست کردن اندازه دو تا آجر بوده. دادگاهی شده بودم بابت آواز خوندن و حکم یک سال زندان داشتم. برنامه شاگردان میگم چرا میخواییم بخونیم؟ ایران بدون سانسور متاسفم که به دنیا اومد. نگو جایی واسه من نیست، نگو آزادی به غفلت، نگو اینجا واسه تکثیر، نگو حبس کامل از جاستینا. به پایان این برنامه 60 دقیقه می‌رسیم. می‌تونید این برنامه رو و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت ما ببینید و همینطور بر روی یوتیوب تماشا کنید. سپاس از همراهی شما.